نان و آزادی، اثر سیدنی هوک، ترجمه و تهیه آموزشکده توانا. مقدمه. سیدنی هوک که بین سالهای 1902 تا 1988 میلادی میزیست، یکی از فیلسوفان برجسته آمریکایی قرن بیستم بود. هوک که از شاگردان پرشور جان دوی بود، پرچمدار عملگرایی و دموکراسی بود. اون در شهر نیویورک به دنیا اومد و سالها در دانشگاه نیویورک تدریس کرد. هوک مقاله مشهور نان و آزادی رو در سال 1940 نوشت که اروپا با دو تهدید تمامیت‌خواه نازیسم و کمونیسم روبرو بود. روشنفکران آمریکایی به سرعت تهدید تمامیت‌خواهی فاشیستی رو حس کردند. با این حال، اقلیت مهمی از اونها از این ادعای کمونیستی استقبال کردند که مردم تا وقتی که به خودکفایی اقتصادی نرسیدن، نباید نگران آزادی‌های بورژوایی باشند. هوک هرچند در طول دهه 1920 مارکسیست بود، در زمره نخستین و بلند آوازترین ضد مارکسیست‌های دهه 1930 به بعد در اومد. اعتقاد اون این بود که آزادی فرهنگی و عقلانی در همه جامعه ها فارغ از شرایط اقتصادی ضروریه. اون پیشگویانه هشدار داد که کسایی که آزادی رو به امید به دست آوردن نان رها می کنن، یا نان یا آزادی رو احتمالاً از دست می دن. مقاله اون که گزیده ای از اون رو در ادامه می شنوید، در مجموعه ای از نوشته های اون با عنوان قدرت سیاسی و آزادی شخصی منتشر شده. نان و آزادی. آزادی‌ها مانند حقوق ممکنه یکدیگر رو محدود و همچنین تقویت کنن. به رغم عقاید مختلف حقوق مطلق و سلب نشدنی، هیچ کس نمیتونه به نحو معقولی معتقد باشه که هر حق یا آزادی خاصی باید فارغ از عواقب اون برای جامعه و اثرات اون بر سایر حقوق و آزادی‌ها تأمین بشه. ترتیب اولویتی میان آزادی‌ها باید به رسمیت شناخته بشه و باید روشی برای تعیین اون اولویت پیدا کرد. آزادی‌ها رو میشه در نسبت با همدیگه در پرتو ارزشی فراگیر یا آرمانی مرتب کرد. هرچند تأکید دقیق بحث درجه است که بستگی به وضعیت‌های خاص تاریخی داره. به یک معنا از عبارت جان دیووی که سخت بد فهمیده شده که میگه هر وضعیتی خیر و مصلحت منحصر به فرد خود را دارد، میتونیم بگیم که هر وضعیتی ترکیب منحصر به فردی از آزادی ها رو داره که تنها هوشمندی و عقلانیت میتونه اونو مشخص کنه. برای رسیدن به اصل توجیهگری برای اون مجموعه آزادی هایی که به عنوان آزادی های مرجع در هر وضعیتی انتخاب میکنیم، شاید تا همین اندازه میتونیم جلو بریم که به تمایل به بیشینه کردن میزان آزادی برای فرد نزدیکتر بشیم. ما جهانی میخواییم که در اون همه ی افراد تا حد ممکن آزاد باشن تا شخصیتهای خودشون رو در جامعهی صلح‌آمیز توسعه و پرورش بدن. در میان فرهنگهای غرب، مکاتب مختلف فلسفی این ارزش رو در پرتو فرضیات متعارضی درباره ماهیت انسان و گیتی تفسیر و پایه‌ریزی میکنن.
اما اینها هر سخن دیگری که درباره انسان بگن توافق میکنن که انسان باید بتونه انتخاب عقلانی و اخلاقی داشته باشه و همه اون آزادی ها موجه هستن که ظرفیت انتخاب عقلانی اخلاقی رو تقویت کنن. دموکراسی منصفانه ترین و صلح‌آمیز ترین روشی است که برای حل تضاد منافع زیربنای تعارضات آزادی ها یافت شده. مفهوم مرکزی دموکراسی یعنی رضایتی که آزادانه داده شود، مبتنی بر عملکرد مجموعه کلی از آزادی هاست که اینجا آزادی سیاسی نامیده میشه و همه اونها به صراحت در لایحه حقوق صورتبندی نشدن. اعمال این آزادی‌های سیاسی اون چیزیه که اساساً باید به عنوان مقصودمون از شیوه آمریکایی زندگی مد نظر داشته باشیم، چون اینها آزادی‌های راهبردی هستن. اینها ما رو قادر می‌کنن که آزادی‌های تازه‌ای کسب کنیم و زیاده‌روی‌های آزادی‌های قدیمی رو مهار کنیم. تا وقتی که این آزادی ها مسلط باشن، تغییر و محدودیت نهادن بر سایر آزادی ها بازگشت پذیره. وقتی که این آزادی ها تضعیف بشن، هیچ آزادی دیگه‌ای نمیتونه چیزی جز ادعای قدرت از سوی گروهی برخوردار و صاحب امتیاز باشه. به این دلیل که هر گروهی که بخواد حل و فصل تضاد منافع رو به شکل معقولی شاهد باشه یا درباره شرایطی که در ظل اونها از آزادی‌های خودش بهره‌مند میشه خردمند باشه، باید عمیقاً نگران وضعیت آزادی بیان و تجمع، آزادی پرسشگری و تدریس، آزادی مطبوعات و سایر اشکال ارتباطات و آزادی فرصت فرهنگی و توسعه باشه. چون تا حدود زیادی انتخاب عقلانی اخلاقی وابسته به این هاست. مثل سایر گروه ها در زندگی آمریکایی، کسب و کار به ندرت نشانه ای از خودش بروز داده که از ارتباط میان این آزادی های راهبردی آگاهه. تمایل به نادیده گرفتن اونها وجود داشته، مگر در مواردی که رابطه مستقیمی رو بشه میان فوری ترین نوع اون با یک گروه محدود صاحب منفعت نشون داد. بی‌عملی نسبی صاحبان کسب و کار آمریکایی در تقویت فرهنگ پیچیده آزادی از دید ایدئولوژی خود اون حیرت آوره. هرچند در نظر اون خیلی اوقات شیوه آمریکایی زندگی رو طوری تفسیر میکنه که انگار مترادف با کسب و کار و پیشه‌وری آزاد. اگر نگیم رشد وسیع اون در عمل تا همین اواخر دفاع عملی رو از آزادی‌های خاصی که شیوه آمریکایی زندگی رو به اون شکلی که واقعاً زیسته و تجربه میشه تشکیل میده، به سوسیالیست‌ها و لیبرال‌های واگذار کرده که منتقدان سرسخت پیشه‌وری و کسب و کار آزاد هستند. اگر کاسب و پیشه‌ور آمریکایی رو نه بر حسب اونچه میگه بلکه بر اساس اونچه میکنه و نمیکنه داوری کنیم، در اون صورت گاهی اوقات به نظر میرسه که اون زمینه مشترکی با سرسخت‌ترین دشمنش یعنی کمونیست جزمندیش ارتودکس داره. هرچند اینها درباره اونچه که مبنای اقتصادی درستی رو در جامعه میسازه اختلاف دارن و فهمشون از آزادی اقتصادی تفاوت داره، هر دو معتقدن که وقتی یک نظام اقتصادی درست استقرار پیدا کنه، آزادی‌های فرهنگی و سیاسی خودشون مراقب خودشون خواهند بود. هر دو گرفتار نوعی اتوماتیسم تاریخی هستند که پیشه‌ور تنها با کمابیش ترک گفتن ناسزاوار اون خود رو از لوازم و اقتضائاتش رها میکنه و این اون مونیسم و یگانه انگاری علیه‌ایه که
نقش اندیشه ها و آرمان ها رو در تعیین جهت دوباره تاریخ کنار میگذاره. کمونیست ارتودکس از هر باورمند دیگه‌ای به تقدیرگرایی اقتصادی سازوارتره، ولی بهای گزافی رو برای سازگاریش می‌پردازه. اون آزادی رو با پذیرش ضرورتی تاریخی و گریزناپذیریش یکی می‌شمره. اونچه که به نظر می‌رسه جایگزین واقعی برای کاهش یا افزایش مقدار آزادی در جامعه باشه، به نظر اون چیزی نیست جز امواجی در یک جریان زیرین مقاومت ناپذیر که ما رو به سوی اقتصادی مترقی میبره که از دل وحشت و رعبافرینی نخبگان خود برگزیده سیاسی آزادی رو برای همه و تجمل رو برای همگان تضمین میکنه. این در واقع فرسنگ ها از ایدئولوژی آگاهانه پیشروی آمریکایی دوره، در همون حدی که برخوردار از ایدئولوژی باشه. اون فرض میکنه که عملکرد قوانین طبیعی در یک نظام تجارت آزاد به شرط اینکه دولت تلاش نکنه در اونها دخالت کنه، ضرورتاً به همراه خود ساختار همه آزادی‌های دیگر ما رو میاره. اگه تصریح کنیم که از اون فرض و تصور چه چیزی نتیجه میشه، جهانبینی نچندان متفاوتی با مادیگرایی دیالکتیکی نتیجه میشه. اگر استدلال ما درست باشه، در اون صورت خصلت نظام اقتصادی هرچه باشه، آزادی فرهنگی هرگز نباید مفروض گرفته بشه. همیشه باید برای اینها مبارزه کرد. یه نظام اقتصادی خاص ممکنه آزادی‌های سیاسی و فرهنگی خاصی رو نامحتمل کنه، ولی طیف کاملی از امکانات با اون سازگاره که تحقق اون مستلزم انتخاب‌ها و تعهداتی اخلاقیه. اعتقاد به یه اقتصاد بازار آزاد مساوی با اعتقاد به یک جامعه آزاد نیست. در اقتصاد مثل هر جنبه دیگه‌ای از رفتار انسانی، تصمیم‌های بنیادین تصمیم‌های اخلاقی هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه، خردمندانه یا احمقانه‌اند. احتمال اینکه این تصمیم‌ها برخواسته از علم و آگاهی و خردمندانه باشند تا حد زیادی بستگی به میزان شیوع آزادی‌های راهبردی در ساختار اجتماعی داره. اعتقاد پیشه‌ور صاحب کسب و کار که به طور معمول به این شکل بیان میشه که آزادی ریشه در کسب و کار آزاد داره، وقتی که با مشکل تقویت آزادی در مناطق افسرده جهان روبرو میشه، اون رو فلج کرده و به بیعملی یا حداقل استیصال میکشونه، چون اون به تکرار بر این باوره که آزادی یعنی دموکراسی بدون مبنای اقتصادی مشابه با آمریکا امکان ناپذیره. خیلی اوقات اعتماد کمی به هر برنامه‌ای داره که مثلا آسیا رو غیر کمونیست نگه داره. عقیده اون هرچند مبنای متفاوت داره، ولی چندان تفاوت نداره با عقایدی که بعضی از اعضای هیئت اعزامی به کنگره هندی آزادی فرهنگی دارن. این هیئت که به طور کلی با اهداف کنگره بسیار همدلی داشتن، پرسیدند خاصیت حرف زدن از آزادی برای کسی که دارد از گرسنگی میمیرد چیست؟ در جایی که فقر چنین گسترده و فراگیر است که مردم حتی نمیتوانند از آزادی‌های چنین زندگی شروع به لذت بردن کنند، بحث درباره تهدیدها علیه زندگی عقلانی و فرهنگی چه فایده‌ای دارد؟
مسائلی که این پرسش ها مطرح می کنن برای مبارزه برای آزادی موضوعیت دارن. نه تنها در آسیا بلکه در هر جای دیگه‌ای در جهان که دشواری و بیچارگی اقتصادی فراوونه. این پرسش ها با تمرکز شدید در جاهایی وجود دارن که تبلیغات کمونیستی شرایط اقتصادی موجود رو در چنگ خود می گیرن تا دغدغه های دموکراتیک برای آزادی رو به عنوان صرفاً میل به تداوم بهره‌مندی های فرهنگی طبقه مرفه رد کنه. واقعیت اینه که عملکرد و کارنامه کمونیستی از حیث شرایط زندگی نه تنها از وعده های کمونیستی بسیار پایین تره، بلکه از عملکرد دموکراتی نیز فروتره. اما متاسفانه این رو معمولاً کسایی که مجذوب و شیفته اون شدن وقتی کشف میکنن که آزادی هاشون نابود شده باشه. در نتیجه مهمه که این مسائل روشن بشن، به ویژه از اونجا که شواهدی وجود داره که بسیاری از اروپایی ها و حتی آسیایی های زیادی این استدلال رو قانع کننده یافتن. آیا آنتیتز بین نان و آزادی آنتیتز مشروعیه؟ آیا با قربانی کردن آزادی فرهنگی و عقلانی، با نفی اینها به مثابه کالاهای معنوی که به طور خودکار پس از تأمین نیازهای اولیه به املاک آدمی اضافه میشن، میشه نان بیشتری تولید کرد؟ بیایید از آدمی شروع کنیم که از گرسنگی در حال مرگه. بیشک بیهوده است که برای کسی که داره از گرسنگی میمیره از آزادی فرهنگی حرف بزنیم. بر همین قیاس بیهوده است که با اونها درباره تحصیل، بهداشت، ستم به زنان و کودکان، اصلاحات اجتماعی یا حتی عشق به خدا حرف بزنیم. اون کاری که باید برای آدم گرسنه انجام داد سیر کردن اوست. اما شایان ذکره که ببینیم اونها که به حرف زدن درباره آزادی با مردم در حال مرگ از گرسنگی اعتراض میکنن، خودشون به اونها غذایی نمیدن و خودشون رو راضی هم نمیکنن که از این که دیگران به اونها غذا بدن حمایت کنن. در عوض از چیزهای دیگه‌ای حرف میزنن. عرضه نوش داروهای اکسیرگونه، حمایت از برنامه‌هایی که مستلزم دغدغه برای بسیاری از مسائل عالی جز آزادی هستن. خیلی اوریان اگه بخوایم حرف بزنیم، استدلال علیه بحث از آزادی با مردمی که از گرسنگی در حال مرگن معمولاً چیزی بیش از توجیه نوعی از ستم و استبداد فرهنگی نیست. مشکل اصلی عبارت است از فهم رابطه میان نان و آزادی. اما پیش از بحث درباره آزادی، چند پرسش مقدماتی رو باید بررسی کرد. اول اینکه حتی اگه بپذیرید که نان شرطی ضروری برای آزادیه، این به خودی خود کافی نیست که هر نوع خاصی از برنامه اجتماعی رو توجیه کنه یا بی‌تفاوتی نسبت به دفاع از آزادی رو توجیه کنه. چون باورمندان به آزادی تجارت، جمع‌گرایی، دولت رفاه و اقتصاد تلفیقی همه به یک اندازه معتقدن که تنها از طریق نظام‌هایی که اونها پشتیبانش هستن میشه نان رو به نحو کارآمدی تولید و توزیع کرد. مگر کسی بخواد ادعای معصومیت کنه، وگرنه حق مردم برای اینکه کدوم نظام اقتصادی به نیازهای مادی اونا رسیدگی میکنه تخلیص شدنی نیست. و این حق انتخاب آزادانه، چنان که دیدیم، به همراه خودش مجموعی از سایر حقوق میاره که اگه جامعه عمل پوشونده بشه، بخش قابل اعتنایی از اون چیزی میشن که مراد ما از آزادی فرهنگی و عقلانی است. دوم،
در دنیای پیچیده ما بدون شک راسته که بیشتر مشکلات اجتماعی با هم مرتبط هستن. اما نمیشه نتیجه گرفت که همه رو میشه یک باره حل کرد و هیچ فایده ای نداره که وقتمون رو یک به یک صرف مشکلات خاص کنیم. سالها پیش وقتی انجمنهایی برای لغو کار کودکان شکل گرفت، بعضی از نویسندگان از این تلاشها بر این مبنا انتقاد کردند که براشفتن برای لغو اون تا زمانی که کل مجموعه شرایطی که منجر به کار کودک میشه از میان برداشته نشه بیهوده است. اما هرچند قطعی نشده که علل کار کودکان از میان برداشته شده باشه، کار کودک تا حدود زیادی از طریق تلاش‌هایی که صرف اون مقصود خاص شده بود ملغا شد. علل اجتماعی بی‌سوادی، نقض آزادی‌های مدنی و ستم به کودکان متعدد و پیچیده هستند، ولی بسیار احمقانه است که از تلاش برای تسری سوادآموزی، حفاظت از آزادی‌های مدنی و ممانعت از رفتار غیر انسانی با کودکان بر این مبنا انتقاد بشه که تا زمانی که علل بنیادین از میان برداشته نشه، عللی که درباره ماهیت اونها توافقی همگانی وجود نداره، هیچ کاری یا کار زیادی نمیشه کرد. نکته نهایی مقدماتی به عنوان هشداری به کسانی ضرورت داره که ساده لوحانه اعتقاد دارن اصلاحات اجتماعی به خودی خود برای ممانعت از نابود شدن آزادی فرهنگی توسط گسترش تهاجمی تمامیت‌خواه کمونیست در نبردش برای سلطه بر جهان کفایت می‌کنه. هیچ کس نمی‌تونه نقشی رو که شرایط اقتصادی در به قدرت رسوندن هیتلر ایفا کرد انکار کنه. اما وقتی که اون به قدرت رسید، هیچ کدوم از برنامه‌های اصل چهاری در جهان نمیتونست در برابر برنامه تصرف جهانی که آغاز کرده بود بایسته. هرچه بود، اینها فقط اشتهای اونو تیزتر می‌کردن. شرایط اجتماعی در دانمارک، بلژیک، نروژ و سایر کشورهای غربی قطعاً برتر از شرایط آلمان بودن. شرایط در فنلاند و لهستان و کشورهای بالتیک برتر از شرایط اتحاد شوروی بودن. ولی هیچ کدوم از اینها مانع هیتلر یا استالین نشدن. در وضعیت فعلی روابط بین المللی، اصلاحات اجتماعی یقیناً در هر جایی که نیاز و فقر مزمن وجود داشته باشه ضروری هستن. اما اون کسایی که میگن که وقتی زاغه های لندن یا بمبئی صافشن، آزادی خودش میتونه از خودش مراقبت کنه، از ماهیت تمامیت خواهی مدرن ناآگاهن. الگوی پروژه های مسکونی وین سوسیالیست نه مانع گارد وطنی دولفوس شدن و نه جلوی سربازان اس اس هیتلر رو گرفتن. بیهوده نیست که جز در وضعیت‌های خاص بلایای طبیعی مثل خشکسالی و سیلاب به نظر میرسه معیارهای بالاتر زندگی در کشورهایی که آزادی فرهنگی و عقلانی بیشتری دارن رواج و شیوع بیشتری دارن. این البته قضاوتی تقریبیه، چون معیارهای زندگی ممکنه کارکرد حضور یا عدم حضور منابع طبیعی باشن و برای اینکه مقایسه ها چیزی به ما بگن باید بین ملت‌های انجام بشه که قابلیت‌های فیزیکیشون تنوع زیادی نداشته باشن. ولی وقتی تمام این نکات رو در نظر بگیریم، روشن به نظر میرسه که ربط و همبستگی بسیار زیادی بین آزادی و نان وجود داره. ممکنه برای عده‌ای حتی در ملت‌هایی که میانگین بالاست باز هم کمبود وجود داشته باشه، ولی واقعیت مهم اینه که حرکت و جابجایی اختیاری جمعیت‌ها در جستجوی زندگی مادی بهتر همیشه به سوی کشورهایی که در اونها اقلیم فرهنگی و عقلانی آزادتری حاصل میشه.
وقتی مردم از نیازمندی رنج میبرن، رهایی فوری از رنج نقطه کانونی ذهن اونها میشه. کمابیش به همون شکلی که مردی که دندون درد داره رهایی رو با داشتن دندان سالم یکی تصور میکنه، اونا ممکنه این رهایی رو با پیشرفت اجتماعی مترادف بدونن. در چنین وضعیت‌هایی اونها ممکنه به وسایلی که برای رهاییشون پیشنهاد میشه توجه خیلی دقیقی نکنن و ممکنه پند و تشویق‌های عوام فریبان و پرسش‌های لفظانه معمول رو باور کنن که وقتی گرسنه باشید میتونید آزادی رو بخورید؟ میتونید آزادی رو به خورد کودکانتون بدید؟ آزادی شما رو گرم نگه می‌داره؟ در نتیجه موضوعیت داره که بپرسیم آیا در واقع شرایط اقتصادی توده‌ها هرگز در نتیجه نابودی آزادی‌های فرهنگی و سیاسیشون بهبود یافته یا نه؟ گاهی اوقات کسانی که نان و آزادی رو در تقابل و تعارض با هم قرار میدن، پیشنهاد میکنن که کاملا ممکنه برای داشتن امنیت شغلی و مسکن و برخورداری از امتیاز تحصیل و آموزش و بیمه سلامتی آزادی رو تسلیم کنن. اما باز هم اندکی تأمل چرند بودن چنین تفکیکی بین آزادی و امنیت رو نشون میده. چطور میشه امنیت واقعی داشت تا زمانی که قدرت دل بخواهی، چه قدرت کارفرما باشه یا قدرت یک گروه یا به ویژه قدرت حکومت به عنوان کارفرما، مقید به قیود فرایندهای دموکراتیک کارآمد آزاد نباشه؟ عمیق‌ترین درس روزگار ما اینه که در واقع بدون آزادی سیاسی هیچ نوع آزادی دیگه‌ای نمیشه داشت، بلکه فقط اعمال نامطمئن و ناراحت مواهبی رو خواهیم داشت که در هر لحظه ای به طور ناگهان ممکنه متوقف بشن و هیچ کس هم در برابر اونها که از این تصمیم ها متأثر میشن پاسخگو نخواهد بود. این تصور که ابتدا باید تلاش کرد تا شرایط کار بهبود پیدا کنه و سپس شروع به تمرکز بر آزادی کنیم، واقعا برای خود کارگران هر وقت که بتونن انتخابهای اختیاری داشته باشن بیگانه است. چون اونها بنا به تجربه خودشون آموختن که بدون داشتن اتحادیه‌های صنفی آزاد، این به اصطلاح بهبودها در شرایطشون رو میشه با احکامی دلبخواهی از اونها سلب کرد. بدون داشتن اتحادیه‌های صنفی آزاد، بدون حق سخن گفتن، تجمع، انتشار آزاد در مخالفت با کارفرماهاشون، چه اینا افرادی خصوصی یا مقاماتی عمومی باشن، مشارکت در تعیین شرایط و پاداش‌های کار در بهترین حالت مسخرگی است و معمولاً چیزی بیشتر از ابزاری قانونی برای تحمیل نظامی از کار اجباری نیست. در همه کشورهایی که آزادی‌های سیاسی وجود ندارن، کارکرد اتحادیه‌های صنفی این نیست که از کارگر حفاظت کنن یا برای منافع مادی اون مبارزه کنن، بلکه هدف افزایش تولیده که در توزیع اون دست بر قضا خود اون هیچ نقشی نداره. کارگر بدون آزادی سیاسی، بدون برخورداری از امنیتش، تبدیل به برده دستگاه و ماشین تولید فارغ از اشکال قانونی مالکیت میشه. این نشون میده که خطای بزرگیه که فرض کنیم آزادی تنها دغدغه گروه‌های فرهیخته یا حرفه‌ایه که کارشون ایجاد و نشر اندیشه هاست. حتی از این نادرست‌تر این دیدگاهه که آزادی چیزیه که باید فقط بعد از حاصل شدن رفاه کافی به دست آورده بشه تا بشه از اون لذت برد. حقیقت اینه که حتی چنان که آگهی‌های تبلیغاتی ادعا می‌کنن، هر کسی در زندگی و کار روزمره‌اش سهمی از آزادی داره. هرچند مارکس هنوز هم یکی از خدایان پایین رتبه ناجور
در زیارتگاه کمونیستیه نوشته های اون به اکیدترین وجهی معتبر بودن آنتیتز بین نان و آزادی رو نفع می کنن. اون می نویسه پرولتاریایی که به خودش اجازه نمیده همچون توده مردم با اون رفتار بشه، شهامت، اعتماد به نفس، استقلال و حس عزت و کرامت شخصیش رو از نان روزمرهش ضروری تر می دونه. واقعیت‌های تاریخی هرچه که باشن بیشک میشه تصور کرد که انسان‌ها میتونن آزادیشون رو در ازای راحتی یک زندان خوب از جمله حق محکوم کردن زندانبانشون که شهروندان کشورهای پرده آهنین از اینها بهره مند نیستن معاوضه کنن. قابل تصوره، ولی از حیث روانشناختی وقتی بفهمن دارن خودشون رو ملتزم به چه چیزی میکنن فوق‌العاده نامحتمله. به راستی چه کسی عدم قطعیت زندگی بیرون زندان و حق کار کردن و مبارزه به سان انسانی آزاد و با تمام غذا، لباس، سرپناه، خدمات پزشکی و حتی معالجه شغلی دوستانه‌ای که بیشتر سازمان‌های روشنفکر جزایی میتونن ارائه کنن معاوضه میکنه؟ و حتی اگه این نوع از امنیت رو تا آخر عمر به کسی عرضه کنن باز هم چیزی به جذابیت اون اضافه نخواهد کرد. لازم نیست ادعا کنیم که یک واکنش غیر ارادی نسبت به آزادی در نهاد بشر برای به رسمیت شناختن این نکته وجود داره که میل به آزادی رو نمیشه صرفاً به میل به امتعه و خدمات مادی هر چقدر هم که مهم باشن فروکاست. در نتیجه انتخاب بدون آمریت و تحکم کیفیتی فرو ناکاستنی وجود داره که آدمیان رو برون می داره که برای کسب اون حتی جونشون رو به خطر بندازن. تصمیم ها و انتخاب های ما خوب باشن یا بد، عاقلانه باشن یا احمقانه، اگه جلوی این انتخاب ما گرفته بشه به عنوان انسان احساس حقارت می کنیم. اگه آزادی انتخاب از ما سلب بشه، مسئولیت از ما سلب میشه و سلب شدن مسئولیت از ما سلب شدن و انکار بشریت ماست. این شکوه منحصر به فرد آدمیه که هرچند به زندگی سرشار از فراوانی امید داره و براش کار میکنه آماده است برای اینکه ثابت کنه انسانه بمیره. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما همچنین میتونید نسخه نوشتاری این کتاب رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی توانا.org به رایگان بخونید و دانلود کنید.